سلام بر شما، به این برنامه خبری ویژه خوش آمدید. دوشنبه 27 آبان یا ماه عقرب 1398 برابر با 18 نوامبر 2019. بر اساس گزارش ها اعتراض های پراکنده در ایران به جهش ناگهانی قیمت بنزین ادامه یافته. شمار کشته شدگان ناآرامی هایی که از روز جمعه شروع شد افزایش پیدا کرده. مقام های رسمی در این مورد سکوت کردند، ولی خبرها حاکی از اینه که تعدادی از افراد در نقاط مختلف کشته شدند. اختلال شدید در دسترسی به اینترنت کسب اطلاعات دقیق رو دشوار کرده. گزارش های متعددی به ما رسیده که دست کم در بهبهان و شهریار مقام ها از تحویل دادن جسد کشته شدگان به خانواده ها خودداری کردند. خبرگزاری ها از دستگیر شدن صدها معترض خبر دادند. از طرفی دولت ایران میگوید که پرداخت کمک های معیشتی به 60 میلیون ایرانی را از امروز شروع می کنند و در 3 مرحله تا شنبه ادامه می دهد. در خارج از ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره وقایع ایران تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های روز گذشته از برخورد حکومت ایران با معترضان به افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده بودند. همکارم مریم زهدی الان اینجا در استودیو با ماست. مریم بگو که چه اطلاعات تازه‌ای داریم، چه خبرهای تازه؟ همونطور که اشاره کردی خیلی سخت ارتباط گرفتن و جمع کردن خبرها از شبکه‌های اجتماعی. ما خیلی سخت تصاویر به دستمون میرسه، خیلی سخت میتونیم صحبت بکنیم با آدم‌ها، چون خطوط تلفن هم دچار اختلال هست. ولی تعداد کشته‌ها داره رفته رفته زیاد میشه. از چیزهایی که می‌بینیم شواهد نشون میده که تعداد بالا هست، حتی از عدد 64 که آقای شمخانی گویا بهش اشاره کرده یاد شده در صحبت‌ها. همونطور که گفتی در مناطقی جنازه‌ها رو ظاهراً تحویل به خانواده‌ها نمیدن. در بخش‌های دیگری ما شنیدیم، خوندیم، دیدیم که میگن حتی اجازه نمیدن که پرچم سیاه وصل بکنن به سردر خونه‌هاشون و اعلام عزاداری بکنن. این محدودیت‌ها هم همینطور رو به افزایش هست. اجازه بده که اشاره بکنم به بیانیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرده همین دقایقی پیش، خلوش 1 ساعت پیش. در این بیانیه سپاه میگه که با ادامه هر گونه ناامنی قاطعانه برخورد می‌کنیم. گفته با ادامه اقداماتی که مخل امنیت و آسایش مردم هست برخورد میکنیم. چیزی که به نظر من رسید استفاده از واژه‌هایی بود که عیناً همون واژه‌هایی بود که آقای خامنه‌ای به تازگی استفاده کرده بود. از لغت اشرار توش استفاده شده بود، گفته بود که موج سواری اشرار، اشاره کرده بود به حمایت و ذوق زدگی مقامات به گفته بیانیه به گفته سپاه پاسداران پلید آمریکا، به گروهک شیطانی منافقین توش دوباره اشاره شده، گفته خاندان منحوس و خبیث پهلوی و رسانه‌های سلطه و صهیونیسم ذوق زده شدن و دارن حمایت میکنن. از شهرهای مختلف یه سری اخبار بار به دست ما میرسه که بعضی هاش واقعا قابل تایید نیست و ما فقط روایت میکنیم، نمیدونیم، به این سادگی نمیتونیم بگیم که مشخصا اتفاقاتی افتاده یا نیفتاده. در اصفهان گفته میشه که اتوبوس های دولتی کلا کار نمیکنن، مترو تعطیل هست، اتوبوس هایی که کار میکنن به بخش خصوصی تعلق داره. سراح سیمین در اصفهان میگن شلوغ هست، جلوی پمپ بنزین های اصفهان تمام گارد مستقر شده و این دلیلش این هست که چند تا از این پمپ بنزین ها رو در روزهای گذشته آتش زدن. خبرگزاری صدا و سیما یک چند خطی خبر زده با این عنوان دقیقاً: حرکت خودجوش مردم بصیر در زنجان. ساعت داده، آدرس داده و چند فقط 2-3 خط همین که کجا هست و چه ساعتی قرار برگزار بشه. منتظر هستیم که ببینیم که خبری در این زمینه مخابره میشه یا خیر. از دیگر خبرها اجازه بده که اشاره بکنم به خبر دستگیری سپیده قولیان که توی انبوه خبرهای دیگه کمتر به چشم اومد. سپیده قولیان گویا بعد از حضور در اعتراضات گرانی بنزین دستگیر شده. تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد با پلاکارتی که در دست داشت. از سوی دیگه آقای عارف رئیس فراکسیون امید به آقای روحانی نامه نوشته و خواستار تشکیل جلسه‌ای شده با حضور سران قوا و مسئولان امنیتی کشور در مورد سهمیه بندی‌ها توضیح قراره. یعنی میگه که بررسی بکنیم در مورد توضیحات در مورد سهمیه بندی رو و ایجاد بسترهای معیشتی مناسب برای مردم.
صحبت‌های آقای روحانی که گفته که به اندازه کافی ما ناظر هستیم و حواسمون هست که کی میاد کی میره، دوربین‌های ما به اندازه کافی است، این خیلی واکنش ایجاد کرده بود در شبکه‌های اجتماعی اینطوری که من می‌دیدم. پرداخت کمک‌های معیشتی دولت از امروز طی 3 مرحله قراره شروع بشه به حدود 60 میلیون نفر. یک موضوع دیگه‌ای که باز دوباره به نظر من رسید این بود که همونطور که می‌دونیم اینترنت دچار اختلال و قطعی هست و این قطعی یا اختلال باعث شده که ارتباط ایرانیان خارج از کشور با خانواده ها و عزیزانشون در این شرایط خاص کاملا قطع باشه. ممنونم از مریم زهدی. مریم با ما بمون، اطلاعات تازه اگه به دست ما رسید حتما مریم اون رو به ما میده. اجازه بدید که فعلا بریم سراغ مدیار سمیع نژاد از سازمان عفو بین الملل. آقای سمیع نژاد، خبرهایی داریم مبنی بر اینکه شمار کشته شدگان در اعتراض ها رو به افزایشه، شما اطلاعی دارید در این زمینه؟ همونطور که میدونید خب به خاطر قطعی اینترنت و انسداد راه‌های ارتباطی با ایران به بسیار سخت هستش تایید اخبار، اینکه چه تعداد کشته شدن یا چه تعدادی بازداشت شدن. ولی خب طبق اخبار رسمی که خب میدونیم تا الان چندین نفر مرگشون تایید شده. من همین چند دقیقه پیش میدیدم که ایرنا هم دوباره خبر زده که 2 نفر کشته شدن در بومهن و این رو خب خبرگزاری رسمی هست تایید کرده. خب 3 نفر هم قبلش داشتیم. ولی طبق اخبار و گزارش هایی که به هر حال همینطور قطره چکانی از ایران میاد، فیلم هایی که منتشر میشه، خبرهایی که میاد، ما با در واقع یک آمار چند ده نفره مواجه هستیم که به هر حال خب ولی خب نمیتونیم تایید شده بدونیم اونها رو به خاطر همون قطعی اینترنت که میدونیم. ولی خب میدونیم که جغرافیای زیادی رو در بر گرفته این سرکوب ها و همچنان هم گویا ادامه داره. خانواده هایی هم گزارش هایی داشتیم مبنی بر این که خانواده هایی نتونستن به از افرادی که دستگیر شدن بازداشت شدن کسب اطلاع بکنن، یا جنازه افراد به اونها داده نشده. تماسی آیا از طرف اونها با نهادهای بین المللی از جمله نهادهایی که شما با اونها در تماس هستید گرفته شده؟ ببینید خب نه، همونطور که میدونید همون اشاره که کردیم قطع اینترنت باعث این عدم ارتباط شده. مثلا در مورد همین بازداشت ها خب مثلا من خود سپید قلیان رو اطلاع دارم از بازداشتش که بعض بازداشت اصلا خانوادهش هیچ اطلاعی نتونستن ازش کسب کنن. یا خب چند یک نفر روزنامه‌نگاران رو دیدم که امروز تونسته بود وصل بشه به اینترنت ولی دقایقی اون نوشته بود که از یکی از بستگانش در بهبهان کشته شده، جنازه رو تحویل ندادن و گزارش‌های متعددی در این زمینه داشتیم که خب همین در واقع میتونیم بگیم که سرکوب پشت درهای بسته ادامه داره و این قطعی اینترنت رو دقیقاً به خاطر همین است که اجازه داده نشه به قربانیان، به کسانی که بازداشت میشه، خانواده‌های بازداشت شدگان یا کسانی که به هر شکلی میخوان اطلاعاتی به بیرون بدن، در واقع این کار ازشون سلب بشه و نتونن انجام بدن. آقای سمیع نژاد، خیلی از فعالان حقوق بشر ضمن این که خب کمپین هایی رو میکنن برای گسترش آزادی در کشورهایی که در اونجا آزادی های اجتماعی محدود هست، حرف از این میزنن که اینترنت خیلی مهمه. شما اشاره کردید که عدم دسترسی شهروندان به اینترنت باعث شده که اطلاع رسانی محدودی صورت بگیره. تا چه اندازه این تلاش ها در حقیقت برای اینکه به جوامع بسته اینترنت ارائه بشه جدی گرفته شده؟ چقدر لزوم اون حس میشه؟ ببینید وقتی در همچین اتفاقی هستیم، در واقع الان یه چیزی حدود بیشتر نزدیک به 36 ساعت هستش که اینترنت در ایران قطع هستش و هیچ اقدام خب جدی نمیبینیم، انجام نشده و در واقع پیش بینی نشده. میتونیم بگیم خب این کار هم بی سابقه بوده، یه نقض شدید حق آزادی بیان و آزادی های اساسی هستش که در واقع به طور جمعی از یک ملت گرفته شده. میبینیم که در این وضعیت نگاه جدی وجود نداشته، ولی خب زمزمه هایی شد، بعضی
بعضی از دولت مردا گفتن، بعضی از نهادها گفتن، ولی خب میبینیم و میدونیم که در واقع باید از این به بعد نگاه جدی وجود داشته باشه، در واقع یک بستری فراهم بشه که در چنین شرایطی شهروندان بتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن، بتونن اطلاعاتی رو که میخوان به دست بیارن و ارسال کنن و در واقع این سرکوب پشت درهای بسته به این شکل اتفاق نیفته. اشاره کردید به سرکوب پشت درهای بسته. در این طور شرایطی نهادهای مدافع حقوق بشر، افرادی که در خارج از ایران هستند، چه کاری از دستشون در برمیاد؟ کسی واقعا میتونه در این زمینه کاری بکنه که مؤثر هم باشه؟ خب ببینید، در واقع میشه از جامعه بین المللی، از نهادهای بین المللی، از کشورهایی که با ایران ارتباط دارن مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، مثل اتحادیه اروپا، از اونا خواست که با ایران صحبت کنن و این در واقع کار نهادهای حقوق بشری هستش. میتونن مستندسازی کنن موارد رو تا اونجایی که میتونن. به هر حال حتی تو این اوزه هم خب به هر حال مواردی هستش که به دست بیاد یا با اتکا به شواهدی که وجود داره از اونها بخوان که با ایران گفتگو کنن، مذاکره کنن، از ایران بخواین که این در واقع سرکوب رو متوقف کنه. اشاره کردید به اینکه خانم سپیده قلیان رو دستگیر کردن. در این طور شرایطی گویا فعالینی که کم و بیش از نظر حاکمیت افرادی هستند که باید کنترل بشه، کنترل کردن اونها، زیر نظر گرفتن اونها بیشتر میشه. همین خانم قلیان رو هم گرفتن. اطلاعی از سایر افراد دارید، از کسانی که در هر صورت در گذشته سعی کردن که از حقوق مدنی دفاع بکنن و هزینه های رو هم دادند؟ ببینید، بازداشت خانم سپید قلیان که دیروز اطلاع پیدا کردم این نگرانی رو افزایش داد که بله میتونه فعالین بیشتری بازداشت شده باشن. طبق روال گذشته، مثلا ما 10 سال پیش بعد انتخابات 88 در اون چند روز اول دیدیم که با یه بازداشت‌های گسترده و فله‌ای روبرو بودیم. امروز هم من خبر شنیدم که خانم سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیلی که حدود 2-3 هفته بودش که به محرومیت از تحصیلش با تحصن تک نفره اعتراض می‌کرد، بازداشت شده و همراه ایشون هم 2 نفر بازداشت شدن که دقیقاً اطلاع ندارم که اون 2 نفر چه کسانی هستن. ولی خب این داره میگه که برای این بازداشت‌ها وجود داره، کسانی که در واقع شناخته شده هستن، فعالیت کردن در عرصه‌های مختلف در گذشته، مورد هدف قرار می‌گیرن و ممکنه بازداشت بشن و نگرانی خیلی الان زیاد هستش، مخصوصاً که خب اطلاع نداریم. فکر کنم بازداشت خانم قلیا تقریباً بعد از 24 ساعت متوجه شدیم که این بازداشت صورت گرفته. ممکنه که به خاطر اما قطعی اینترنت الان بازداشت‌های بیشتری وجود داشته باشه و ما اطلاعی نداریم هنوز. آقای سمیه نژاد، هر از گاهی این اتفاق‌ها در ایران افتاده، سرکوبی صورت گرفته، بعد افرادی دستگیر شدن، موارد متعددی شکنجه شدن که مستند هم شده اینها، و بعد وقتی که ناآرامی ها کمتر شده، وقتی که اعتراض ها از حرکت باز ایستاده، گویا اینکه آب هم از آسیاب افتاده، چی فکر میکنید در این مورد؟ آیا کسانی که این روزها ممکنه که برخورد بدی با اونها صورت بگیره، یا افرادی که ممکنه در سرکوب ها نقش داشته باشن، بعد از مدتی به حالت قبل برمیگرده و کسی پاسخگو نخواهد بود؟ ببینید، به هر حال باید پاسخگو باشند. مسئولیت از مجازات نمیتونه ابدی باشه. کسانی که در واقع این رفتارها رو انجام میدند مسئول هستند در قبال جان شهروندانی که در خیابانها کشته میشن، مورد ضرب گلوله قرار میگیرند، کسانی که شکنجه در واقع انجام میدن. شاید امروز، شاید فردا نباشه، ولی در آینده حتما اونها مسئول خواهند بود. در واقع مستند کردن گزارش های حقوق بشر و مواردی که اتفاق میفته یکی از دلایلش همین میتونه باشه. ما در همین یک هفته گذشته خبری داشتیم که یکی از افراد که متهم بود در زمان سال 67 در ایران در کشتارهای جمعی شرکت داشته و مسئول بوده، در سوئد بازداشت شده. میبینی که بعد 31 سال این اتفاق افتاد. این در واقع به ما که این در واقع باید بدونن که این مسئولیت هیچ وقت از شونه اونها برداشته نخواهد شد و امروز نفردانه در آینده حتما باید جوابگو باشند.
شما که دارید توضیح میدید، ما تصاویری از اعتراض ها رو هم داریم پخش میکنیم، بعضی از اونها مربوط به روزهای گذشته است. در صورت های سمیه نژاد اشاره کردید به اینکه خب افرادی در یک مورد خاص، فردی بعد از 31 سال دستگیر شده در اروپا و قرار هست که به اتهاماتی که علیه او مطرح هست پاسخ بده. بیشتر سوال من این بود که نهادهای حقوق بشری این روزها تا چه اندازه اوضاع رو زیر نظر دارند؟ در حقیقت مستندسازی که شما بهش اشاره کردید به چه شکل انجام میشه؟ خب ببینید، به هر حال میدونم راه ارتباطی سخت هستش، ولی خب همون استانداردهایی که همیشه وجود داره برای تایید گزارش‌ها، تایید مواردی که اتفاق افتاده، خب تمام گروه‌های حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر تلاش می‌کنن که این اطلاعات رو به دست بیارن و مستندش کنن، و خب با رصد کردن اخبار، با تا اونجایی که بشه تماس گرفت با فعالین، خانواده‌ها، وکلا، کسایی که مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتند، کسانی که کشته شدن در خیابون‌ها، بشه با خانواده‌هاشون اطلاع گرفت. به هر حال این قطعی اینترنت نمیتونه همیشگی باشه و این عدم درز اطلاعات و رد شدن اطلاعات از ایران هم نمیتونه همیشگی باشه. یعنی در واقع ما کار فقط مال امروز و فردا نیستش، روزهای متمادی در این موارد کار خواهد شد، اطلاعات بیشتری خواهد رسید، اونها جمع‌آوری خواهد شد و طبق حالا گزارش‌ها و بیانیه‌های در واقع مستند خواهد شد. سپاسگزارم از مدیار سمیه نژاد، فعال حقوق بشر از همین شهر لندن با ما. بازم برمیگردیم به همکارم مریم زهدی. مریم، این طرف اون طرف که نگاه میکنیم، مقام ها هم دارن صحبت میکنن، هر کسی چیزی میگه. آقای ربیعی سخنگوی دولت گویا صحبت هایی کرده با این مضمون که در مورد آقای روحانی گفته که ایشون خودش رو با این کاری که انجام داده فدای مردم و مصالح کشور کرده و میدونست که همچین تبعاتی داره براش و محبوبیت دولتش کاهش پیدا میکنه با یه همچین کارهایی، ولی به هر حال اصلاحات ساختاری اقتصادی لازم داره ایران. بعد توضیحاتی داده در مورد اینترنت، گفته که به این دلیل تصمیم گرفتیم اینترنت رو قطع بکنیم که برای اغتشاش از اینترنت استفاده میشده، و ضمناً گفته استانهایی که مشکل امنیتی ندارن به تدریج اینترنتشون وصل خواهد شد. اینکه دقیقاً مشکل امنیتی منظورش چیه و اشارهش به کدوم استانها هست معلوم نیست، چون جزئیات بیشتری نگفته، ولی به نوعی شاید بشه گفت که تکرار کرده صحبت آقای روحانی رو مبنی بر اینکه رصد کرده و دیده و معتقده که این اعتراض ها همش از جنس دلنگرانی برای معیشت مردم نبوده و حساب معترضین رو از اغتشاشگران به زعم ایشون باید جدا کرد. حتی تاکید کرده که جمهوری اسلامی معتقده که اعتراض حق همه مردم هست، ولی به طور همزمان وقتی به مقامات اشاره میکنی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در مورد افزایش قیمت بنزین گفته که این افزایش قیمت باید در 5 سال به تدریج انجام بشه. درست، بله، آقای رئیسی هم البته گفته که خود البته آقای رئیسی از جمله افرادی بوده که در تصویب این طرح در شورای عالی اقتصاد رؤسای سه قوه نقش داشته، در هر صورت شاید این نظر رو میتونستن اونجا هم بیان بکنن. ولی اگر نگاه بکنیم به بیانیه هایی که سپاه داده، در روزهای گذشته کمتر سپاه دخیل بود، گویا اینکه موضوع جدیتر شده که سپاه وارد شده و اینطور هم لحنی تهدیدآمیز به خودش گرفته. به نظر دقیقا همینطور میرسه که میگی، خیلی بیانیه تند به نظر میرسه، به خصوص اینکه یه سری کلماتی که یک سری صفاتی که مدام تکرار میشده و ما به تازگی از رهبر جمهوری اسلامی ایران شنیدیم همونا دوباره توش تکرار شده. دستگیری ها باز دوباره عدد دقیق و رسمی مشخصی براش عنوان نشده، نمیتونیم بگیم که مثلا این تعداد دستگیر شدن، ولی خبرگزاری فارس میگفتش حدود 1000 نفر بازداشت شدن. وقتی که این طرف و اون طرف خبرها رو به اصطلاح جسته و گریخته دنبال میکنی، برای هر استانی یا برای هر شهری تعدادی که دارن اعلام میکنن خیلی زیاد هست. با این حال ما هنوز یک جمع بندی کلی نداریم،
بگیریم که بگیم این تعداد نفر دستگیر شدن. خبرنگاران، روزنامه‌نگاران اگر دسترسی پیدا بکنن به توییتر یا شبکه‌های اجتماعی چند کلمه می‌نویسن. و مثلا یکی از روزنامه‌نگارا به تازگی توییت کرده، امید توشه توییت کرده که ما اینجا زندانی شدیم. خیلی‌ها میگن که انگار که ارتباط ما رو قطع کردن با همه و الان می‌خوان با ما چیکار بکنن، صدای ما به هیچ جا نمی‌رسه و نگرانن از این مسئله. از طرفی هم از بعضی از نمایندگان مجلس نقل شده که گفتن قیمت بنزین حتما باید از مردم پنهان میمونده به خاطر اینکه خب ممکن بوده واکنش هایی ایجاد بکنه که خیلی بیشتر از اینها باشه. حرف این بوده که اگر قیمت بنزین رو، انتقاد ها این بوده که بیشتر بکنند، بر روی بقیه کالاها هم اثر میذاره. هیچ نشانه ای داریم مثلا از قیمت دلار، خودرو یا وسایل یا اقلام دیگه ای که ممکنه در روزهای گذشته قیمتشون تغییر کرده باشه؟ من میدیدم که مردم اونایی که دسترسی گاهی ممکن بود پیدا بکنن به شبکه‌های اجتماعی اتفاقا گفته بودن که مثلا اگر میخواستن خریدی برن یا اگر احیانا میخواستن ماشینی سوار بشن، نشانه هاش رو میدیدن و قیمت ها افزایش پیدا کرده. ولی هر جایی که تریبون رسمی ما میبینیم مقامات صحبتی کردن، آقای روحانی یا بقیه، همه مدام دارن از ممنوعیت گرانی اقلام و کالاها صحبت میکنن. اینکه چقدر حرفی که دارن میزنن اجرایی داره میشه و در عمل مردمی که دارن زندگی میکنن مشاهداتشون چی هست از این ممنوعیت ها و چقدر کارآمد بوده این صحبت هایی که کردن، واقعیت اینه که راحت نیست. یعنی طول میکشه تا ما ببینیم که در عمل داره چه اتفاقی میفته، چون ارتباط ها رو کلن قطع کردن با خارج از ایران. اینه که تلاشمون رو میکنیم از مشاهدات مردم ببینیم، جمع آوری بکنیم خبرها رو و در موردش بگیم، ولی به نظر میرسه که یه سری چیزها گرون شده، ولی از به اصطلاح جاهای رسمی همچین اطلاعی نداریم. مدام دارن میگن اجازه ندارن گرون بکنن خدمات رو. ممنونم از همکارم مریم زهدی. به محض اینکه خبر تازه‌ای به دست ما برسه حتما مریم این خبرها رو جمع آوری خواهد کرد و با ما در میان خواهد گذاشت. فعلا اجازه بدید که بریم سراغ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سپاه بیانیه شدید و لحنی کم و بیش داده، مریم هم بهش اشاره کرد. به نظر میاد که دیگه کار به جایی رسیده که سپاه پاسداران هم وارد شد. بله، به نظر میرسه سطح تهدید از نگاه مقامات داخلی و امنیتی افزایش پیدا کرده. ما بدبختانه هیچ در واقع شاهد عینی نداریم، منتها در روز اول اعتراضات که ویدیوها منتشر میشد نشون میداد که یگان امداد ناجا و یگان ویژه ناجا وارد میدان هستن. این سطح اول برخورد با در واقع شورش یا اعتراضات در ایران هست. جاهای من گارد نوپو رو هم، لباس سیاهای گارد نوپو رو هم دیدم. یگان ویژه در واقع همون لباس پلنگی ها هستن با زانوبند و بازوبند و سپر. روز دوم اعتراضات که دیروز باشه ویدیوهای کمی منتشر شد، اما به وضوح در بازار تهران من یگانهای امنیتی امام علی مال بسیج رو دیدم که اینا تحت فرمان ستاد امنیتی امام علی هستن. این یگانها جانشین گردانهای از زهرا و عاشورا شدن. سطح دوم در واقع مقابله با تهدید رو تشکیل میدن. این یگانها موقعی وارد میدان میشن که شوراهای تأمین استان یا شورای امنیت کشور به ریاست وزارت کشور چنین تصمیم رو بگیره. واضح بود که سطح امنیتی افزایش پیدا کرده، سطح تهدید یا نگرانی حکومت بیشتر شده. امروز شواهدی وجود داره که شاید در برخی از نقاط ایران سطح تهدید یک درجه بالاتر رفته باشه، یعنی وارد محله سوم شده باشه. در تهران البته چنین نیست، هیچ نشانه از اینکه سپاه سالارالله بخواد وارد میدان بشه یا نیروهای نظامی وجود نداره، اما در برخی از مناطق مخصوصا مناطق کردنشین چنین نشانه‌ای هست، هرچند با قطعیت نمیشه گفت. منتها پشت این در واقع تغییر تکنیکی و روشی یک مسئله محتوایی وجود داره. واقعیت این هستش که به صورت کوتاه جمهوری اسلامی از تکرار تجربیاتی که در همین هفته‌های اخیر در عراق و لبنان بوده میترسه. اون محور مقاومتی که آقای خامنه‌ای سال‌ها بهش افتخار می‌کرد، میگفت نمی‌دونم عراق هست، سوریه هست، لبنان هست و ایران، حالا شده محور مقاومت علیه شخص آیت الله علی خامنه‌ای، در واقع به یک نوع محور مقاومت علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. از ماجرای اتفاقاتی مثل سودان، عمر بشیر، اعتراضاتی که از نان شروع شد، او رو پایین کشید هم که کمتر از یک سال پیش، از اونها میترسه و به نظر میرسه تصمیم گرفته با مشت آهنین برخورد کنه. چنین برخورد کوبنده ای، چنین برخورد بیرحمانه ای رو من در دو دهه اخیر در برخورد با تظاهرات ها سراغ ندارم.
خب های مهدوی آزاد، اگر متمرکز بمونیم بر بحث وارد شدن سپاه به این شکل، معنا و مفهوم این چیست از نظر شما؟ آیا اعتراضات با توجه به تجربیات گذشته جمع خواهد شد، یا اینکه وقتی سپاه پاسداران وارد شده و برای یک روز دیگر هم اعتراضات ادامه پیدا کرده، ممکنه که قضیه جدی‌تر از این حرفا بشه؟ ببینید، قضیه یقیناً جدی‌تر از اون چیزی که ما تصور می‌کنیم، منتها این جدی‌تر بودن ازش نتیجه سیاسی یا پیامد سیاسی حال لزوماً نباید انتظار داشته باشه. بدبختی این هستش که در این شرایط اگر نظر کارشناسی یک کارشناسی این باشه که این تظاهرات جمع خواهد شد، بخش‌هایی از نیروها مخصوصا معترضین ممکنه فکر کنند که ما قصد خالی کردن تعدلشون رو داریم، و اگر نظر کارشناسی این باشه که حکومت داره سرنگون میشه، موقع بخشی از حکومت چنین تصور خواهند کرد که مثلا بی بی سی یا بنده دارم تظاهرات رو دامن میذارم. منتها یه مسئله واقعیت وجود داره، این نسل جدید تظاهر کنندگانی که از سال 96 وارد میدان شدن که با اون نسل طبقه متوسط، نسل معترضان 88 جنبش دانشجویی تفاوت دارن، عمدتاً دهک‌های نابرخوردار جامعه ان، اینا نسل عجیب غریبی ان. شما در ویدیوها می‌بینید اصلا حیرت آور، اینا با پلیس وای میسن درگیر میشن، مثل ماها فرار نمی‌کنن. ماها یه جمع 100 نفرمون دو تا وسیطی به هم می‌زنن، اینا وای میسن درگیر میشن. این نسل جدید در واقع میتونه یه هماورد جدی برای بسیج یه نوع سپاه پاسداران باشه، و این خطر جدی‌تر است برای حکومت. در واقع همین هست به نظر من باعث ورود سپاه پاسداران، این بیانیه شداد و قلاص شده. از شکل بیانیه بودن، شکل در واقع فرمی، میتونیم این بیانیه رو ادامه بیانیه وزارت اطلاعات، ادامه خط و نشان های حسن روحانی، ادامه حرفای مقام های امنیتی وزیر کشور بدونیم، چیز فکر کنیم چیز جدیدی نیست. منتها از نظر محتوای این نسل جدیدی که درگیر میشه با نیروهای امنیتی، بیشتر از 100 بمب رو تو یک بعد از ظهر ناتش زدن، این نسل جدید یک تهدید بسیار خطرناک برای حکومت، و خودش میدونه اگر اشتباهات جدی بکنه ممکنه این آتش به سرعت تمام کشور رو فرا بگیره. برای من فکر کنم یکی از پیام‌های ورود سپاه پاسداران، ورود جدی‌ترش به ماجرا، همین نگرانی از گسترده شدن بیشتر ماجرا است. نگرانی از این که ممکن هست این ماجرا در واقع به جایی کشیده بشه که دیگه قابل کنترل نباشه. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد. البته آقای مهدوی آزاد با ما میمونند، هر از گاهی با ایشون صحبت خواهیم